قرآن نخوره. دست بالا، دست بالا. دست بالا، دست بالا. یا خدا، یا خدا. کس شور نمیخوره، فهمیده شو؟ شما به خدا مر نکشین. آنی بکشه مشکل نداره. چرا مر بکشن؟ چرا تو نکشن؟ چون من 2 تا زن دارم. خب این رقم باشه من 3 تا زن دارم. خب من 11 تا اولاد دارم. خب من 12 تا دارم. او طرحی که حساب نمیشه. میشه. هنوز یک به طرحی به دنیا نیومده ما ای او را حساب کنه. آ بس دیگه دیوونه کردم ما. اصلا کی گفته که ما هم شما رو بکشیم؟ یعنی شما ما رو نمیکشین. بستگی داره. شما رو به خدا مر نکشین. ما گناه دارم. آنی ایر بکشین. اگه پول ما این زیاد نیه ولی هر چی کس بدای سر شما. مگر ما دزدیم که میگی پول ما این. یعنی شما دزنین. نه خیر جناب. اصلا قیافه ما به دزا میخوره. نه نه اصلا. ولی می یک دزدی بدیدم خیلی هم رنگ شما بود. بس خجالت بکش. پس حالا که دزنین یعنی پس شما اختطاف چین شما رو به خدا مر اختطاف نکنه. آنی ایر اختطاف کنیم هیچ مشکل نداره. ما گناه دارم. مر اختطاف نکنه. بچه کاکا چی است کیسه خلیفه میبخشی؟ مگه ما رسته جو پیدا کردن که ما گناه داشته باشم تو گناه نداشته باشی؟ خب خودت میفهمی بچه کاکا جو که من امشب میمون دارم. آخه بعد آبروم میره اگر میمونا بیام بخونه نباشم. یعنی حال ای شد دلیل؟ ها دیگه تو اختطاف کنم ببرم هیچ اتفاقی هم نمیفته کسی هم خبر نمیشه. بس دیگه مگه قیافه ما اختطاف چی میخوره؟ یعنی شما نه دزد نه اختطاف چی؟ نه خیر جناب ما نه دزدیم نه اختطاف چی. چرا آخه واقعا حیفه. چی میگی تو؟ خب نه آخه جوان به این کاکگی به این رعنایی به این بایی استعداد حیف نیه که نه دوست دانه اختطاف چی حیفه بوا کنی؟ چون لغمه حرام از گلم و پهی نمیره فهمیدی؟ خب حالا که شما نه دوست دانه اختطاف چی پس شما چی؟ من چی خدمت کنم به شما؟ ما برات کار میگردیم. آمدم که ما را استخدام کنیم با می شرکت خو برات کار میگردیم. استخدام کنم؟ بله ها ما یک سال که برات کار میگردیم هر جا میره میگن کار نیه. نه خب راست میگن. چی گفتی؟ هیچ هیچ من بد کرده باشم که چیزی گفته باشم ببخش. ما شنیدیم که شما برات 2 نفر کارگر بارکش میگردیم که بارا شما را از کنتینر خیلی کنه درسته یا نه؟ بله بله درسته. ما 2 نفر بیامدیم که به همین پست کارگری بارکشی شما استخدام بشه. با شما 2 دقیقه وقت میدم که ما را استخدام کنه. 2 دقیقه شما از همین لحظه شروع شد. معاش هم دبل باشه. معاش کم ما کار نمیکنه. ولی معاش این بس کارگیری ما فقط 7000 افغانی در ماه. خوبه دیگه دبال نیه؟ دبال هم نیه نیمه دبال هست. 7.5 پا خیری رو ببینیم. شرمنده برو فقط همه قدره. باشه باشه 7.5. حال دبال شد. 2 دقیقه تو خلاص میشه. ما را استخدام میکنی یا نمیکنی؟ باشه باشه استخدام میکنم. از همین از شما استخدام. تبریک باشه. بالاخره کار پیدا کرده. بالاخره مو شد. مبارک باشه. زنده باشه. بالاخره مو شد. خدا شکر. خدا شکر. یدی. بعد از ظرف 1 سال تونستیم امیت زودی برای خود کار پیدا کنه. هر کس گفته به این کشور کار پیدا کردن سخت بد کرده. دروغگو نانجیب. راست میگی. خب خلیفه جان. ما بخیر از کی و کجا کار کنه شروع کنیم؟ از همین امروز. تبریک باشو. مریض بعدی بیا بابا بیا بشه بابا جان بشه. سلام علیکم. سلام علیکم دکتر صاحب. بسیار خوشحالم جانم. بخیرین سلامتین. خود شما خوبین دکتر صاحب؟ سلامت. چوچو پوچا خوبن؟ اولادا خوبن؟ همگی خوبین ان شاء الله؟ تشکر جانم بفرمایید. عملیات شما بخیر تیر میشه؟ مریضای شکم پاره شما همگی خوب شدن بخیر؟ بله یا بفرمایید مشکل شما چیه؟ دکتر صاحب همین برادر ما باید عملیات بشن. عملیات بشن؟ عملیات چی؟ عملیات دیگه دکتر صاحب عملیات شکم پارگی دیگه. دکتر صاحب شما به خود فقط این شکم خیلی پاره نکنه. خیر ببینید. مامان جان بر تو میفهمی یا دکتر صاحب میفهمن؟ کم از کم شکم تو باید 3 وجب پاره بشه. دکتر صاحب میتونیه؟ من اصلا متوجه منظور شما نمیشون برادر. عملیات شکم پارگی دیگه چیه؟ دکتر صاحب عملیات شکم پارگی دیگه طرفت بیوش میکنی شکم پاره میکنیم پس میدوزین بیوش میایه. عملیات شکم پارگی دیگه دکتر صاحب. دکتر جو تو رو خدا به وقت عملیات متوجه بشی چون من فقط 1 شکم دارم بیشتر ندارم. ما جبر همین تو میگی 1 شکم داره که فقط میگه ما هر کدوم از 6 تا شکم داره. خب هر کس 1 دونه شکم داره دیگه. نه خب میگم یعنی که دکتر صاحب وقتی که عملیات میکنن
هوش اینا باشه که سم سهی باز بعد از عملیات این شکم رو بودیزن. دکتر تو شمار به خدا هوش کنیم. بعد از عملیات هیچ سوراخ مراخ از پیش تو نمونه. که باز بعد از عملیات میو تسرک را برم همین روغه و شکمه بفته به رو زمین و از پیش مگم شد. نه دل تو جمع باش ماجا بار. باور به طور به پیش میتی یک دکتر آوردم که بهترین دکتر میشمه. اصلا همیتی شکم تو میگیزه که مثل روز اول. خب میگم برا دارات. شما چی یک سره برای خامیت گفته میرین؟ خب برای ما بگین که مشکل چیه؟ کدی دکتر برای از اینا گفته که باید عملیات بشن؟ مشکل اینا چیه؟ دکتر جو، دکتر نگفته، من میگم، من شما گفته؟ من اصلا نمیفهمم که چرا شما برای من چشمک میزنین و ابروگرد میزنین؟ کی من؟ نه دکتر جو، باور کنم بیشتر به بیرون بیدم یک باقلی بره به داخل چشمه، با من خاطر میزنن من که طرف شما چشمک زدم؟ میگم اونجا با. تو برو به بیرون منتظر باش، من خود دکتر سر کم گپ بزنم، چنه بزنم که ارزون تر حساب کنه. برو بیرون، برو باش. برو تا تو شدا نمیکنم نه. فقط دکتر جو، تو رو به خود این شکم که پاره کردی با چیز میچا تا شکم به خبر نداری، چون همه چیزا که تا شکم منه من اینا رو به کار دارم. دل تو جمع باش اونجا برو، ور نمیداره. برو برو منتظر باش تا تو صدا کنه. برو برو میگم برو گپ چی؟ من نفهمیدم. آه دکتر صاحب نام خدا، شما همیت گنس و گلین که یک ساعت میشه چشمک میزنم هنوز نفهمیدین. چشمم فلج شد دکتر صاحب از بعد چشمک زدم. خب منظور شما چی بوده؟ ببین دکتر جو، من به میسرک بغل دواخانه دارم، یه آدم اطرافی بدبخت بیامد به دواخانه من، به من گفت که من سردردم یک تابلت بدی. من هم دیدم آدم ساده پیاده ای، اون گفتم باید تو عملیات چی بیاوردم پیش شما. خب هیچ دیگه، شما یه آدم رو بگیر بیوش که عملیات که پس دوباره بیوش بیار، پولا رو بگیر بزن به جیب. چی گفتی؟ سردرد شده، من شکم یه پاره کنم عملیات کنم. عملیات چی؟ عملیات شکم پارگی دیگه دکتر جو، یعنی شکم از یه آدم رو پاره میکنی پس میدیزی، میگی تو رو عملیات کردم، یک چهار تا تابلت مسکن هم میدی سردردم خوب میشه، یک پول هنگفتی هم میزنه به کیسه خود. بازو گفتم یک لگ عملیات تو میشه، یعنی 50,000 از شما 50,000 از من. چی گفتی؟ یعنی تو میگی من شکم از این بدبخت با دروغ وا کنم، بعد بدوزم، بعد پول بگیرم؟ چی عجب که متوجه شدی دکتر جو، پولت میگیریم 50-50. چی گفتی؟ یعنی تو خیال میکنی که من همه قدر بیوجدانم که به خاطر 50,000 افغانی شکم مرتکر پاره کنم بعد بدوزم اون هم با دروغ؟ دکتر جو 50,000 مگه کم پوله؟ اگر معامله ما شما بشه، من به شما قول میدم که روزی 2-3 تا از این مریضا بیارم. 3 تا 50,000 چند میشه؟ 1,50,000. خیلی پوله دکتر جو. من به خاطر 50,000 وجدان خود بفروشم؟ یعنی نمیکنه؟ هرگز، معلومه که نمیکنم. من به خاطر 50,000 وجدان خود زیر پا بگذارم. یعنی تو فکر میکنی که من همه برای آدم پستیم؟ یعنی پس نمیکنه دیگه. ببخشید دکتر صاحب که مزاحم شما و وجدان شما شد. باش میرم پیش یک دکتر دیگه. تو خیال میکنی که به خاطر 50,000 روپیه من وجدان خود زیر پا بگذارم؟ خب ببخشید دیگه، گفتم که خلاص. 73 بله؟ 73 70 از من 30 از شما، به شرط که روز 3 تا مشتری بیاری. 60-40 دیگه هیچی هم نمیگی دکتر جون، باور کن همیال 65-35 یک دکتر دیگه هم دارم. هرچند که وجدان من برای من میگه از 73 کم نکن، ولی خب خیره، سگ نخوره تو بخور. 60-40 قبول، مگو بیاری. باش مگو جا بار بیا، مگو جا بیا بیا بشین. میگم برو درو، من یعنی سردردم خوب شد. نه مامو جان بار، سردرد تو خوب نشد، تو میتی خیال میکنی که خوب شده. باور کن اگر دکتر صاحب شکم تو پاره نکنه، همین سردرد تو میزنه به زنوه تو، خلاص میموری میری برای کار خوب. همیتنی دکتر صاحب؟ البته البته. شما فشار خون شما نشون داده که پروستات شما مشکل اساسی داره، باید هر چی زودتر عملیات شه، اگر عملیات نشه خیلی خطرناکه. خیستی؟ بله. میگم پول عملیات حاضره دیگه نیه؟ آماده میکنه دکتر صاحب. شما سلاخخانه خود آماده کن. نه ببخشید چیزه، عملیات خانه خود آماده کنین، مامو جبار میره پولا خود میاره. برو مامو جبار پولا خود میاره. برو بخیر زود بیای. برو برو برو. آفرین.
خیر خیرات زکات چیزی داری بده خدا تو خیر بده. خدا بده برو. اگه خبر نداری؟ از چی؟ مگه خبر نداری که امشب شب چهارشنبه مراده؟ امشب؟ نه برو، امشب شب پنجشنبه. بیخی ششنبه. تو بیکارا چیکار داری؟ هر چی که هست شب مراده. خیر خیرات بده خدا تو خیر بده. برو گفتم که ندارم. پول میده ندارم. میده نبود درشت بده. بله. یعنی میگم اگر پول میده نداری ما پول کلون هم قبول میکنه. مشکل نداره. اوه. خبر نداشتم. یعنی پس پول کلون هم قبول میکنه. دیگه چاره چیه؟ میگیم میده نیه. میگم خیر کلون بده فدای سر تو. صدی، پنج صدی، بخی هزاری هم که بدی قبول میکنه. خب خدا رو شکر. پس مشکل پول میده هم حل شد. برادر، از کی تال مردم صدی و پنجایی و هزاری خیرات میدین؟ گداخان، تو دیگه چقدر پول بدم نظرت میه؟ حالا کی صدی و پنج صدی هزاری خودی پول میده. باز کی یک هزاری خیلی بدم نظرت میه خیر. بدم تو میده میکنم. خیر خیرات بده. تو دیگه چقدر شله بودی؟ برادر وقتی میگم میده نبود یعنی کلا پول نبود. اصلا من هیچ پولی ندارم که بخوایم به تو خیرات بدیم. شما مردم چرا ازغر دروغ شده؟ به خاطر یک پنجه چرا ازغر دروغ میگن؟ خدایا توبه. یعنی همیت گپ میزنی که انگار برات قرض خوامده باشی. من چی نیازی دارم که به تو دروغ بگم؟ یعنی هیچی پول به کیسه تو نیه؟ هیچی به کیسه منیه. باید ثابت کنی. چیکار کنم؟ باید ثابت کنی که هیچ پولی به کیسه تو نیه. نشون بده. استغفر الله. بیا برو. آ. اینم سند. بده دی. حال دلت جمع شد. حال رد ماریاله میکنی یا نه؟ کیسه دیگه تو چی؟ تو بیا برو خود تو اصلا تلاشی کو بگی. چاستم میگی؟ خیلی گربه تو خون کردم تاکیزاتو. هیچی نداری که؟ گفتم که برو ندارم. حالا قبول کردی؟ حالا دلتو جمع شد. حالا رد ماریاله میکنی یا نه؟ نقد نداری خیر. ما قسطی هم قبول میکنم. خط بده شو جمع بیام برات پولا خو. مون تو باید خط بدی. نشون شست کنی امضا کنی. آه. خط بدیم. یعنی تو واقعا خیال میکنی من قرضدارتونم؟ دیگه به هر حال نه پول میده داری نه پول درشت داری. خط که داری خط بده نشونه شست کو امضا کن که قسط خور بدی به سر وقت. اصلا میفهمی چیه؟ همیال خود من از 9 بلوک و 14 ولایت قرضدارم. میفهمی؟ از چند بلوک و چند ولایت؟ این معطله. یعنی من از عالم آدم قرضدارم. خیلی قرضدارم. رستی؟ بله خیلی هم رستی. من از دست قرضدارم شب جرئت نمیکنم به خانه خبرم. حال دلت جمع شد؟ حال رد ماریاله میکنی یا نه؟ حالا من چیکار کنم؟ یک ساعت اینجا وقت مرزای کردی. آخرم هیچی به هیچی. نه بالا. طلبکارم هستی. معلومه دیگه. ما که اینجا وقت مفت نداریم. سعی کن. چی چیز نمیتونی تو برام خیرات بدی؟ خودت انتخاب کن. هیچی برار. هیچی ندارم. هیچی هم نمیشه که دیگه. سعی کن. موبایل داری؟ تو گدای یا دوز مسلح؟ شیفت صبح گدا، شیفت بعد از چاش دوز مسلح. حالا که صبح خب پس نه سرسکه. موبایل داری؟ بله. اینترنت هم داری؟ بله. پس وایفا بده. بله. میگم پس وایفا بده. چرا باید وایفا بدم؟ سیکو بچگک نه پول درشت داری نه پول میده داری نه قسطی خیرات میدی. حداقل یک وایفای خوب بده دیگه. این که نمیتونی که بگی ندارم دیگه. میتونی؟ یعنی شما وایفای خیراتی هم قبول میکنی؟ اتفاقا شیفت شکه به خونه همی دوست رفقه و خیشا میرم. شغل ما همی خیرات خوری وایفای. هم پیش با چگاکا به چما به چخالا دوست رفه خلاص هر کس کام دم دست بود رسیدم. میگم بی زحمت همون وایفا خروشن. وایفا میگیرم همیت مفت و جفت اینترنت بازی میکنم برای خود. یار سلام است به شما به خدا. من گدای هر چیزی بدیده بودم به جز گدای وایفا. دیگه برو دنیا پیشرفت کن. حالا امراض چرت و پرت ال کن. خیر خیرات زکات وایفای چیز داری بده به حقی شو چند شما مورا. برار خیلی بیکاری شده. یعنی تو هنوز بخو کاروبار پیدا نکردی؟ همیته میگه هنوز بخو کاروبار پیدا نکردی که فقط میگه توی یه اوضا بدبختی نمیبینی. ها دیگه بچم تو هم خیلی ناشکر نباش. کدو بدبختی؟ اصلا بدبختی وجود نداره. کارم خیلی زیاده. یعنی پس تو هنوز بخو کار پیدا نکردی درسته؟ همیته میگه بخو کار پیدا نکردی که فقط میگه کار به تو سرک ریختیه که ما هنوز برای خود کار پیدا نکردم. اتفاقا کار به تو سرک ریخته. چیه راست میگم؟ کار به تی سرک ریخته. فقط مرد مایه که کار رو بشناس از تی سرک به خود جمع کنه. بچه من اول تو که خوشه چیز میزی که نه بچیم اول من خیلی هم خوبه خیلی هم خوشه. هیچی هم نزدم. یعنی من دل جمع باشم دیگه به اوش خواسته انشالله. مسخره میکنی مر؟ تو مر مسخره میکنی. میگی کار به تی سرک ریخته مرد مایه که برای خود کار جمع کنه. بله. یعنی اول من نامردم که برای خود تی سرک کار پیدا نکردم.
نه، مشکل تو اینه که کار رو نمیبینی. اگر نه کار به ته سرک ریخته، باید کمی عقل خود به کار بندازی که به تو کار پیدا شه. والله من امید دو چشم سره که دارم هرچی تا سرک سعی میکنم کار به خود پیدا نمیکنم. چون با چشم تجارت به سرک نگاه نمیکنی. ولی وقتی که با چشم تجارت به سرک نگاه کنی، میبینی که اتفاقا کارهای پر رونقی به داخل سرک. بفرما، این شما و این هم سرک. بفرما برام کار پیدا کن. پیدا کن دیگه. نشون بده مردی و چشم به سرک. یعنی همین حال اگه از ته همین سرک به تو کار پیدا کنم؟ اگه مردی پیدا کن. باشه. آره، اون موتر رو میبینی؟ خب. این هم کار. منظور تو چیه؟ من برم موتر مردم رو دزدی کنم. البته دزدی همین حال خودی و خوب شغل پرطرفداریه. ولی نه، تو دل و جگر تو از دزدی نیه. فقط حال سعی کن که به ته از این شهر کار پیدا کردن چقدر آسانه. وقت است که بریم. بیا. سی روپیه میشه. بله؟ سی افغانی. سی افغانی پول چی؟ والله چی بگم؟ تو بگو. والله من چی بگم؟ برا چرا خود خود کوچه چپ میزنی؟ سی روپیه پول پارکینگ موتر تو میشه دیگه. سی افغانی رد کو که بیای. پول پارکینگ؟ بله. پول پارکینگ. همین پارکینگی که اینجا موتر خو پارک کردی برفتی برات کار خو. اینجا مگه پارکینگ سرک عمومیه؟ کجا نوشته که پارکینگه؟ حتمی مگرم نوشته باشه. یعنی شما مردم تا چوب و چماق به ته سر شما نباشه گپ آدم رو قبول نمیکنه. چوب و چماق چیه برادر؟ میگم نوشته نیه. من از کجا میفهمیدم که اینجا پارکینگه؟ نافهمی تو دیگه با ما ربطی نداره برو. یعنی تا اون نافهمی تو رو باید نبدون. رد کو سیر پی بیای. رد کو. اصلا مگه تو صاحب این سرکی؟ ما این سرک را شورولی اجاره کردیم. هر موتری که استاد چه باید 30 افغانی بده. از کجا معلوم راست میگی؟ بیا من شاهد دارم. همیت نیه؟ ها میگم مگه ما شما این سرک را شورولی اجاره نکردیم؟ ها ما این سرک را شورولی بخریم. نه اجاره کردیم. چیزه ها ما اجاره کردیم. رد کو سی افغانی که بیه. رد کو. خدایا توبه برو. من رو هم رفته دو دقیقه من اینجای ساده نبودم. برفتم یک بوتل آب خریدم بیام آدم پس دوباره. دقیقه چند حساب میکنی؟ اینجا دقیقه ای نیه برو. به تایر موتر حساب میکنه. تایر 5 افغانی. تایر 5 افغانی. خب موتر خود 4 تایر داره. خب 4 تا تایر هر تایر 5 افغانی میشه 20 افغانی. چرا الکسی افغانی بودم؟ برو می تایر رو حساب کن. 4 تا تایر داره دیگه موتر. یکم تایر اشتبنیه میشه 5 تا. یعنی تایر اشتبنیه هم حسابه؟ معلومه که حسابه. چرا؟ او تایر تویب نداره. اصلا تایر اشتبنیه هم حساب. خب خود از میشه 5 تا. میشه 25 افغانی. چرا 30 افغانی بودم؟ به خاطر که آدم خوبی برو به خاک دیگه. با تو به 25 افغانی حساب میکنم. ولی باور بکن که سرخریدی هم نشده. ای خداوند شما رو خیر بده. خیر ببینی. انا برو. اینم 25 افغانی. خیر ببینی برو. خیره دیگه بخواه که ضرر خوبه کردم. ولی همی که مشتری راضی باشه ما هم راضییم. برار 100% از شما راضییم. خیر بینی. برو بخیر بری برار. ما هم اینجا به خدمت این ملته. سلامت باشی. بخیر باشی. برو بخیر باشی. خوب بچه. بدیدی. بدیدی که کار به تای سرک ریخته. منتها مگرم کم عقل خور به کار بندازه. بدیدی؟ یاره سلام است به تو. جالب تری که طرف راضی بود که 5 افغانی چنه زده. من هم راضی بودم که 25 افغانی به کیسه زدم. از یه بعد به تو میگم استاد. سلام است به تو. زنده باشی. دیگه کار خود من پیدا کردم. شغل خود پیدا کردم. با سلام، یک برنامه مو در مو دیگر بسیار خوش آمدین. شرمنده که ما باز هم در خدمت شما هستیم با دو تا انشتین زمان. والا ما که شرمنده شما نیم. هر روز میایم برنامه مو در مو را اجرا میکنیم به امیدی که بالاخره یک نفر پیدا بشه تا جواب درست بده. اما متاسفانه تا ولک ناکام و نامراد بوده. خب بریم ببینیم که امروز این دو شرکت کننده چی گل گاف زبانو به سر ما میزنن. در ابتدا از ایشان میخوایم که خودم معرفی کنن. به نام خدا، محترم جناب آقای گل احمد جان گل هستم، یک تن از اشتراک کنندگان شما. جناب محترم آقای گل احمد جان گل؟ بله آسای خودم هستم. والله همیت از خواهی عزت گرفتن که مردم به وقت نمزادی از خسر خواهی مقدر عزت نمیگیرن. جناب محترم آقای گل احمد جان گل؟ بله خودم هستم. شما بفرمایید.
به نام خدا جناب محترم آقای احمد گل جان گل هستم، یک تن از اشتراک کنندگان دیگرشون. یعنی هر دو تا شما گل احمدن؟ نه من احمد گلم، البته احمد گل جان گل. بله مونده نباشه. خب جناب احمد گل جان گل و گل احمد جان گل قند و نبات، بسیار خوش آمدین به برنامه مودرمو. با روال برنامه کاشنایی دارین درسته؟ نه. دقیقا روال برنامه همینه، ای که وقت ما این جواب بدن زنگ میزنن. متوجه شدن؟ نه. میشه کمی بیشتر توضیح بدین؟ ما بگم. بفرمایین. میشه کمی راهنمایی کنه؟ جناب محترم و محترمات، همین دیگه، ای که وقت ما این جواب بدن اول زنگ میزنن. ببخشیم با آخر زنگ بزنیم یا با اول؟ با وسط، با وسط یا زنگ بزنه. ببخشیم کدو زنگ بزنه؟ ببینن اصلا گور بابای روال برنامه به همین اشترین جلو بره. هر وقت ما این دن فندق بادم خوربا کنن زنگ میزنه. خب باش. خب میرم سراغ سوال برنامه. چیزی را نام ببرید که ما هر روز آن را میخوریم. بفرمایید. کجا بفرمایید؟ بفرمایید بگن. چی بگم؟ میشه دوباره سوال خود تکرار کنه؟ یعنی شما نفهمیدی من چی گفتم؟ نه گوش من نبود. پس چرا زنگ زدی؟ خب زنگ برای زدن دیگه نیه؟ میشه دوباره می سوال خود تکرار کنه؟ بله. چیزی را نام ببرید که ما آن را هر روز میخوریم. بفرمایید. میگم برو شما بفرمایید. شما اول بفرمایید کلانتره. نه خواهش میکنم راحت باشین بفرمایید. نه خواهش میکنم شما بفرمایید. نه خواهش میکنم. برادرای محترم اینجا جای تعارف بازی نیه. اگر میفهمی خوب دهن فندق بادم خوروا کن بگو دیگه کوچ تیمار. گفتین چیزی رو نام ببرید که ما هر روز میخوره. بله. غم. غم. ها دیگه ما هر روز غم میخوره. برادر منظور ما خوراکیه. یک خوراکی رو نام ببرید که ما هر روز آن را میخوریم. قصه. قصه؟ قصه مگه خوراکیه؟ والا به ما که هست ما هر روز از هر چیزی بیشتر قصه میخوریم. نه خیر یک چیز دیگه جواب. لط. لط؟ شما هر روز لط میخوریم؟ بله. نه خیر برادر اصلا باشه یک راهنمایی میکنم. اول یا نون داره؟ تجارت نفت و گاز. تجارت نفت و گاز؟ ها دیگه میگی نون داره. از این کار نون دارتر تو کجا درک داری؟ به هر 10 کیلو گاز 15 کیلو او گد میکنم 5 کیلو هم هوا، 10 کیلو گاز 30 کیلو جور میکنم میفرشم با مردم. خب از این کار نون دارتر تو کجا دیدی؟ برادر اصلا مگه کار تجارت نفت و گاز خوردنیه؟ ما هر روز تجارت نفت و گاز میخوریم. میشه کم دیگه هم راهنمایی کنه؟ ببینه اولی و نون داره، آخری هم نون داره. ساندویچ. ساندویچ؟ برادر ساندویچ که اول یا سین داره؟ نه برادر ما که هر چی ساندویچ میخوریم اول نون داره، اولی هم نون داره آخری هم نون داره. مگه خود شما نگفتی هم اولی نون داره هم آخریو؟ بله بگفتم. خب 100% ساندویچه دیگه. ساندویچ اولی هم نون خیلیه آخری هم نون خیلیه. برادر منظور من کلمه‌ایه. کلمه اول یا نونه، کلمه آخری هم نونه. اصلا باشه اصل جواب رو بگم. جواب ما خود نانه. آسون. بله خیلی آسون. بله متاسفانه باز هم شما ما روسیا کرده. خب بینندگان عزیز ای بود برنامه مودرمو که باز هم شد. بفرمایید. با سلام به اخبار این هفته از خندقند بسیار خوش آمدید. از راه میریم به سراغ تنها خبر این هفته. نخست سرخره ببخشن سرنخه همین یک خبر. یک اتفاق عجیب و غریب در شهر و حال تشریح همین یک خبر. همه ما میدانیم که هیچ وقت امکان ندارد به بازار بری خرید بکنی و در هنگام خرید فروشنده شما را بازی ندهد. درسته؟ امکان نداره دیگه. نام خدا هر که به فکر کله کردن مشتریه. اما در یک اتفاق عجیب و غریب یک تن از هموطنان ما موفق شده به بازار رفته خرید کرده و بدون بازی خوردن صحی و سالم به خانه برگشته. میفهمم که باور کردن یا سخته اما حقیقت داره.
و چون ما همیشه بدون سند گپ نمیزنیم، این بار هم جناب این هموطن را اینجا در استدیو با خود داریم. جناب هموطن بسیار خوش آمدن. قربان شما، سلامت بشه. خب قصه کنن، چی احساس دیشن وقتی رفتن به بازار بازی نخورده پس برگشتن به خانه؟ باور کنین احساس خوشی، اصلا باور به نمیشد. یعنی من هر وقت که به دکان میرفتم دکاندار به من قیمت حساب میکرد، اما این دفعه به یک دکانی رفتم که بسیار آدم با انصافی بود، خیلی آدم با انصافی بود. عجب، یعنی رفتن و به شما قیمت حساب نکرد؟ نه خیر، حتی شاید باور شما نشه از قیمت بازار به من کمتر حساب کرد. واقعا؟ بله. مثلا همین چاکلیت رو ببینین شما، این به بازار کیلو 200 افغانیه ولی این آدم به من به 190 افغانی حساب کرد. عجب. بله دیگه، شکر رو من زیادم خریدم کیلو 50 افغانی. 50 افغانی؟ بله، شکر رو بازار به 60 میدن. خلاص دیگه، این آدم به من به 50 افغانی داده. عجب آدم با انصافه بوده. بله، مثلا این کیلو ها من زیادم خریدم دانه 10 افغانی. دانه 10 افغانی کیلو؟ بله دیگه، تو با خودم یالی به بازار بری از 15 افغانی کمتر میدن. نه واقعا کمتر نمیدن از 15. خلاص دیگه، گفتم که خیلی آدم با انصافی بود، خیلی. من واقعا به داشتن چنین هموطنانه، چنین دکانداران با انصاف افتخار میکنه. ما هر جا که رفتیم با غرور افتخار میگیم که ما افتخار میکنیم که افغانه. و اگر پرسیدن به چی افتخار میکنیم، چنین یک آدمای، چنین یک دکانداران مثال میزنیم. بله بله، میگه ما افتخار میکنیم که چنین هموطنانی داریم، چنین دکانداران با انصاف داره. 100%. همین خودم از دیروز که از بازار برگشتم، باور بکنین تا به محال یک سر افتخار میکنم. آفرین. خب جناب هموطن، خب حالا شیرینی چی میدن به ما؟ شیرینی؟ شیرینی چی؟ دیگه شما بازار رفتن، یک عالم خرید کردن، بازی نخوردن، ارزون حساب کردن به شما، ای همه اتفاق شیرینی داره بازار شما؟ خب بله درسته، حتما به شما شیرینی میدم. خب پس چی میشه شیرینی ما؟ بفرمایید، یام شیرینی شما بفرمایید. هرچند که در مقابل ای اتفاق بزرگ ای شیرینی چیز زیاد نیه، ولی بازم تشکر از شما. خواهش میکنم، بفرمایید. انشاءالله. ای که ریکچه‌ایه. ریکچه؟ ای هم که ریکچه، حتما بند خدا نفهمیده، اشتباه داده. بله حتما. خب از داخل یا چی میفهمیده، چی میدیده؟ خیر باشه، مثل باشه. که قسمت نبوده که امروز ما شیرینی بخوریم. نه دیگه، خیر باشه، ایت که نمیشه، من تا شیرینی به شما نمیدم اصلا را نداره. بفرمه، به خاطر که کام شما شیرین بشه از این شکر را بخوریم. بفرمه. باشه. ای که نمکه. نمک؟ هی بابا، من که پول شکر دادم، بند خدا حتما نفهمیده به جا شکر به من نمک داده، ببخشه. بله 100% ندیده دیگه، به هر حال شکر و نمک هم رنگ قاطی کرده فکر کنم. ها دیگه، چشمایم کمبین بود بیچاره، مثل که نفهمیده، اشتباه داده، ببخشه. بله بله 100%. خب خیر باشه، گفتم مثل ای که امروز قرار نیه که دهن ماشینین بشه. خیر، فدای سر شما. نه دیگه، باور کنین تا دهن خورشیرین نکنین اگر بگذارم از اینجا قدم خور بگذاره. آه بفرمایید، بفرمایید، از این کیلوها بخورین، اینا دیگه انشالله هیچ مشکلی نداره. بفرمایید، نوش جان. باش، کیله میخورم. تشکر، دست شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم. به داخل کیله خیاره؟ واقع چیزای ندیده و نشنیده دیگه، مثلی که دکاندار نفهمیده خیار برفته بفتاده به داخل کلا رفته قایم شده. بله بله، شاید امیتی باشه، اگر نه خیلی آدم خوب بود، خیلی آدم با انصافی بود. بله. خب بینندگان عزیز، این بود اخبار این هفته ما. همیشه افتخار کن، باز هم به خاطر داشتن چنین هموطنانه، چنین دکانداران با انصافی به شما تبریک میگم. یاد شما باشه هر جا که رفتن افتخار کنه، افتخار کردن یاد شما نره. ای بود اخبار ما، شاد و با انصاف باشید. Thank you.
بذار برم سر اصل مطلب اشته. خواهش میکنم بفرمایید. برادر صد گب یک گب یک گب بیچ. ما آمدیم به خسرونی به دخترتون. البته خیلی خوش آمدین. خب به هر حال دختر برای عروس کردن و بچه هم برای داماد کردن دیگه. بله. البته برای همون دختر خورد تو آمده. همون که از همگی خوردتر. بله ولی او خب خیلی خورده. بازم اگر ما شما به توافق برسیم و خود از او هم راضی باشه من مشکلی ندارم. انشاءالله که راضیه. آخه به این دور و زمان کو خسرون. بله ببینیم چی میشه. خب ولی پسر شما چی کاره هست؟ ای بچه من ای هیچ کاره بیکاره علاف و بیکار. واقعا؟ بله یا برور. یعنی از این بچه تاالک به زندگی هیچ خیر به ما نرسیده. علاف و بیکار همینطور به دروغ روز خورشون میکنه. خدا از او بگرد، خدا از ای بگرد. خلاصه برای تو بگم که این آدم به زندگی هیچ پخی نشده. شما مزاق میکنین یا واقعیت در میگین؟ مزاق؟ مگه من خود شما مزاق دارم؟ شما در رابطه با بچه هم پرسان کردی من هم جواب شما دادم. این بچه همیتا علاف و بیکار عمر خور همیتا علاف و بیکار بیده. اصلا خدا همین کار کردن این قهره. برای بگی برو کار بکن خود خور به مریضی میزنه. اصلا رشته درسی چیزی هم خواندن؟ ای بچه مه ای الف به اندازه منار هم که باشه بازم نمیشناسه. یعنی الف و جگر نداره. یعنی بی سواد مطلق؟ بیخی از بی سواد مطلق دو کوچه او طرفتر. نه تنهایی که بی سواده بی شعور هم هسته. پدر جان مرگ پدر جان بی شعوری دیگه نی؟ اشته بی شعور. خیلی بی شعوره. نه احترام کلانتر رو میفهمه. نه بلده یک چار کلمه گب بزنه. نه میتونه پول پیدا کنه. نه میتونه پول رو نگه داره. یعنی هرچه سرمایه تولک به دست از این بچه دادم همه گیر گم کرده. گم کرده؟ بله یا همه گیر داده به باد فنا. به همین رفق بازی و به دودودم و اینا. مگه اهل دودودم هم هستن شاهزاده شما؟ بله یا برور این جوانای امروزی یک از یک دیگه بدتر. رقم به رقم دودی و کشیدنی مصرف میکنن. این بچه من خدا همین رفقای نابا بشیشته. حالا که همین تا گروتک کلنده قرار. عجب. بله یا برور حالا اینا که هیچی. این دست بزن هم داره. او هم زن رو میزنه. زوری که به مردانه میرسه. مثلا خوار خورده خونه میزنه. دست بزن دارن؟ بله یا برور او هم چی دست رو بزنه؟ یعنی تا طرف مقابل بره یا بگه بالا چیش با تو ابرویه میزنه زنه کار ناکار میکنه. او هم خود چاقو. ما دل ما به زن از این بچه میسوزه. خدا میدونه چند روز بتونه به دست از این دوام بیاره. میترسم من روز دوم سوم بزن از زنه کار ناکار رو چاقو کش کنه. چاقو کش هم هستن؟ چاقو که به اینا افت داره. اینا از قمع و شمشیر کمتر به کمر خونه میبندن. بله خدا. البته بیشتر زمان از می چاقو و قمع و شمشیر استفاده میکنه کمی مرض عصبی و ای اوج میکنه. حمله عصبی که به سر یا میایه. یعنی اینا مریضی عصبی هم دارن؟ بله یا البته خیلی حمله عصبی به سر یا نمیایه. همه روز دو تا سه بار. البته دکترها گفتن تا یک دو سال دیگه این حمله بیشتر میشه. شاید تا روز 7-8 بار برسه. عجب. ولی این که خیلی مشکل کلانیه. دیگه برا در زندگی همینه دیگه. هر کس یک رقم جنجال داره. ما هم الان میرخم. حالا گمش کن. بگو کمی وصلت ما و شما به خیر. اوکی دیگه. والا چی بگم؟ همین خود شما. دختر خب یک آدم علاف و بیکار میتین؟ نه. شما دختر میدیشتی به یک آدم معتاد و دودی میدادی؟ نه. دختر میدیشتی به یک آدمی که دست بزن داره و چرکوکش میدادی؟ او هم به کسی که به سر یه عملی عصبی بیایه؟ نه نمیدادم. خب پس چرا توقع دارین که ما دختر به همچین آدم بدیم؟ کی گفته که شما به همچین آدم دختر بده؟ کی گفته؟ مگه خود شما همین لحظه نگفتین که بچه شما لندقر و بیشعور و بیسواد و معتاد و چرکوکشه؟ چرا ما گفتم؟ خب ولی کی گفته که شما دختر خور به این بچه ما بده؟ ما به خسرونی به خود خواه آمدم. نه به بچه خود. جان؟ بله یا. ما به خسرونی به خود خواه آمدم. شما از ما از بچه ما پرسان کردن. ما هم جواب شما رو بدادم. ولی به خسرونی به خود خواه آمدم. دختر طور به خود خواه ماستم. نه به بچه خود. Thank you.
سلام، به یک خلافکار شهری دیگه خوش آمده. امروز ما این بریم به سراغ یکی از قربانیان خلافکاران شهری. بله، معلولین عزیز ما، کسانی که مشکلات جسمی دارن با قلبهای کلان. آیا تا به حال دقت کردین که ما تمام شهر و ادارات و حتی فضای شهری برای افراد سالم ساختیم و اصلا قشر معلول جامعه در نظر نگرفتیم؟ اصلا آیا ادارات ما، ساختمانهای ما، خانه‌های ما و حتی پیاده‌روهای ما مناسب افراد معلول هست؟ پیاده‌روها ما برای افراد سالم هم خطرناکه، چی برسه برای افراد معلول؟ ساختمانامون که فقط پله دارن، خب افراد معلول چی رقم با ویلچر از پله بالا برن؟ امروز ما این بریم به سراغ معلولین و از اونا پرسان کنیم که زندگی در کنار ما مردم بیرحم و خلافکار چگونه یه. سلام به شما. سلام برادر. امروز ما این از شما پرسان کنیم شما به عنوان یک معلول چی کمبوداتی دارین؟ ما والا برادر دو تا پا کم داریم. نه، منظور من مشکلات داخل شهره. شما به داخل شهر چی مشکلاتی دارین؟ ها خب والا مشکل اصلی ما که از پله‌ایه. ما از مردمی که 5000 سال تمدن و فرهنگ دارن خواهش میکنیم که یک وسیله اختراع کنن، ایتا بریم به داخل و دگمر بزنیم ما را از طبق اول ببرو به طبق 4. منظور شما لفته؟ لفته که چیه برادر؟ همین که شما گفتین یک چیزی اختراع کنن که شما بریم به داخلی و دگمر بزنین شما را از طبق اول ببره به طبق 4. ای خیلی بینیم. بله، از همین دستگاه اختراع کنن. ولی برادر این دستگاه اختراع شده، به تمام دنیا هست. رستی ما خود کور شده باشم اگر دیده باشم. خب از همین وسیله برای ساختمان ها خود جور کنن. جان برادر اونا به برق کار میکنه، ما ملت هنوز برق نداریم، چی برسه به لفت؟ خب پس من از انجینر صاحبایی که ادارات جور میکنن خواهش میکنم که پایین پلار اسفنجی جور کنن. پایین پلار اسفنجی کنن؟ چرا آخه؟ چون برادر ما که خود ویلچر از پلا بالا میشیم میفتکیم، اگر پایین پلا اسفنجی باشه کمتر اوگار میشیم. من خواهش میکنم از انجینر صاحبا که پایین پلا را اسفنجی کنن. تشکر شما. سلام خدمت شما. سلام به شما. سوژه امروز ما در رابطه به مشکلات معلولین داخل شهره، شما چی مشکلاتی دارین؟ والا چی بگم، مشکلات؟ بله، شما داخل شهر مشکلات دارین؟ والا ما که غیر از مشکل دیگه چیزی نداریم به این شهر. خب خواست شما از مسئولین چیه؟ والا خواسته ما از مسئولین اینه که لطفا همی جوا کنار سرک پاککری کنن تا ما بتونیم از داخل همی جوا رفت آمد کنیم. از داخل جوا کنار سرک؟ بله، شما میبینیم که نام خدا پیاده رو ما مثل همی زمین ها ماین فرش کرده. یک جا میبینیم دکاندار نیم متر پیاده رو دم دکان خوب پایین آورده. یک جا میبینیم یک نیم متر دکاندار پیاده رو بر بالا برده. یک جا میبینیم از خیر خود طرف همی جنسا خوب بچینده به تا پیاده رو. یک جایی هم که یک کم هوا رو صاف سکل سورای عزیز ما اونجگاه به خود چکر میزنن. داخل سرک هم که با آدم های بینا خطرناکه، چی برسه با ما آدم های نابینا؟ فقط و فقط میمونه داخل همی جوا. لطفا نهی مسئولین زودتر همی داخل جوا رو پاک کری کنن تا ما بتونیم از داخل جوا رفت آمد کنیم. یعنی شما از داخل پیاده رو رفته نمیتونین؟ از داخل پیاده رو که رفته میتونیم، من تا یک دو سه ماه بیشتر طول میکشه تا به مقصد برسیم. دو سه ماه دیرتر میرسین؟ بله، مثلا من همی چند وقت پیشتر برفتم به خانه برار خو، دو نیم ماه طول کشید تا رسیدم. مگه خانه برار شما به کدو کشوره؟ به همین جگاه، به همین شهر، فقط یک دو محله از ما فاصله داره. چون از داخل پیاده رو رفتم پاما به چوگری رفت، پاما بشکست، دو نیم ماه به شفاخانه بستر بدم. این دستم هم سمره رفتن به خانه همشیری منه. یعنی من به هر جا از همین خانه که ما خوک برم باید یک چیز قربانی بودم، یا دست یا سر یا پای یا کمره. خلاصه تلفات ما خیلی زیاده. سلام به شما. موضوع این هفته ما در رابطه با مشکلات معلولین به داخل شهره. شما به عنوان یک معلول چی مشکلاتی دارین؟ برور مشکلات ما معلولین که خیلی زیاده. همین خود ما آدم دست ندارم، کاری هم کرده نمیتونم. همین مردم که از اینجا تیر میشن فوقی اگر یک صدی و پینجه ای بدن، بعضی هم که بخی ده بیستی میدن. خب نمیشه دیگه برادر من، نمیشه. ما زن و بچه داریم، همین خود ما 15 تا بچه دارم. البته ببخشین که من یه گپ میگم، ولی وقتی شما دست ندارین کار کنین به چی خاطر 15 تا بچه بیارین؟ ما خونه آوردم برادر، مادر اینو آورده.
خلاصه برار مشکل ما معلول نینه کمی مردم کم خیرات میدن. خب تور به خدا صدی پینجه ای امالک پولیه ها؟ خب بگو ناجوان تو که دست خور به کیسه خوم میکنی حداقل یک هزاری که بیرو که ما بده دیگه. حالا خیلی گدا و کنس که نمایی هزاری بیرو کنی بدی حداقل یک پنسدی که به ما بده دیگه ناجوان. البته کمک کردن به افراد مخصوصا افراد دارای معلولیت به همگی واجبه. منتها ببخشن یک دفعه الو بله چی میگم بله الو بفرمایید. بله یا خود منو نه دیگه برو از امو هشلک ما بیشتر نمو نه برو بیشتر نمیرزه دیگه برو خود دینی دلت خدا یارت بیمخشن برو. یک معامله باغ بود مایم یک باغ بخرم این همی صاحب باغ بود. خب کجا بودیم ها دیگه برار این مردم خیلی بیرحمن. خب یک نیه به این مردم میگه برادرمه همی با خور به ما مردم معلول کم ارزون تر حساب کن دیگه همون هشلق خوبه دیگه. ولی شما که دست داری برار دست چرا برار تومت میزنی دست ما کجا بود ما همی تازه مادر زدی به ما این کنار جاده برخورد کردن بی دست شده. خلاصه برار ما خواستم از مردم اینه که به ما بیشتر کمک کنن بیشتر خیرات بدن تا ما هم بتونیم در امر تولید طفل بیشتر همی دین خور ادا کنیم.